روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. نشایسته همچون ستاره یکم درجه. محصولات هایی که نشایسته زیاد دارند بسیار سالها همچون خوراکی های انسان را فربه کننده تعقیب کرده می شوند. اکنون ستاره های یکم درجه شده اند. خبرهای در آخر به دست آمده تصدیق می کنند که راه برای سلامتی خوب از کچالو، محصولات های غلجات، مکرونی، برنج قهوه‌رنگ، لوبیاها و نانهای خوب عبارت است. پروتئین چیست؟ آیا پروتئین به همه لازم است؟ بله، ولی آنقدر زیاد. سالهای طولانی انسانها چنین می حسابیدند که به ما استفاده زیادی پروتئین لازم است تا که قوی باشیم. ولی ارگانیسم ما مانند یک ماشین است. بعد آنکه ماشین را ساختند، من بعد بعضی از قسمهای احتیاطی لازم می شوند تا آنکه در حالت کاری نگاه دارند. به آدم بزرگ سال برای احتیاجات همه روزه پروتئین نسبتاً کم لازم می شود. تقریباً 44 الا 61 گرام در یک روز. آن چیزی که در اصل منظم به ماشین لازم است، این تیل خوب است. همین گونه سوزشواری دارای صفت خوب برای ارگانیسم انسان، کربوهیدرات مرکب نشایسته می باشند. اگر در ارگانیسم کربوهیدرات ها به آخر رسد، ارگانیسم از حساب ذخیره های استفاده می برد.
ولی روغن ها چون کربوهیدرات ها به ثمر نمی سوزند و چنین مقدار نیرو نمی دهند. کربوهیدرات ها چیست؟ کربوهیدرات هایی که در ارگانیسم انسان جذب می کند در غذاهای ما به شکل های مختلف چون قند ها، نشایسته ها دیده می شوند. نه همه عمومیت میان آنها را می دانند. مشکلات را چنین فهمیش ها چون کربوهیدرات های ساده و کربوهیدرات های مرکب به وجود می آورند. عموماً کربوهیدرات های ساده این نوع های گوناگون قند می باشد. کربوهیدرات های مرکب را در غذاهای انسان نشایسته تشکیل می دهند. همه کربوهیدرات ها یعنی قند ها و نشایسته تا از آنها حاصل شدن گلوکوز در سیستم اعضای هاضمه هضم می شوند. این گلوکوز از روده به خون جذب می شود، آن را ارگانیسم همچون سرچشمه نیرو استفاده می برد. کربوهیدرات ها اساساً در محصولات رستنی غلجات، میوه ها، سبزیجات، اینچنین در غذاهایی که از این مواد ها آماده می شوند و مثل نوعهای گوناگون نان، مکارونی، محصولات های قنادی و ارمه ها دیده می شوند. کربوهیدرات های ساده یعنی قند ها در ارگانیسم زود هضم می شوند و در صورت وجود نداشتن گلیچیتکا در شکل گلوکوز در دقیقه های به شمار به خون می گذرند. این باعث بلند شدن سطح قند در ترکیب خون می گردد که نیرو را افزایش می دهد. ولی فراوان بودن قند اکثر وقت باعث تصور ریاکسه شدید غده زیر معده می شود که یک باره به خون وارد نمودن انسولین را به میان می آورد که نه تنها سطح قند را در خون به حالت قبلی برمی گرداند بلکه بعضاً آن را تا سطح نهایت پایین می آورد. نتیجه این می تواند نارسایی نیرو اکثر وقت با حس سستی و لرزش باشد. تصور مقرر انسان کدام چیزی خوردن یا نوشیدن آب گازدار شیرین است تا که مشکل برطرف گردد. سیب خوردن بهتر می شود در شکل طبیعی خود. تقریباً همه محصولات های کربوهیدرات ها داشته مقدار زیادی گلیچیتکا دارند. گلیچیتکا آب و خمیر ملایم را در روده به خود جذب می کند. روده آهسته کار کرده سطح جذب شوی قند را پایین می کند. قرار خوب دیگر استعمال کربوهیدرات های تازه نشده مرکب و نشایسته می بود. نشایسته ها از مولکول های نهایت دراز ترکیب یافتند. از اینکه مولکول های دراز نظر به مولکول های قند خیلی زیاد است، پس برای هضم نمودن نیز وقت زیاد صرف می شود. در نتیجه در ترکیب خون سطح قند دفعتاً بلند نمی شود. مقدار زیادی گلیچیتکا در محصولات غذایی تازه نشده نشایسته دار و برابر نمودن روندی به قسم ها جدا نمودن و جذب شوی ماده های غذایی مساعدت می کند. آیا نشایسته نظر به دیگر محصولات ها به چاقی مساعدت نمی کند؟ به چاقی و فربه شدن بیش از همه روغن ها مساعدت می کند. یک گرام روغن بیشتر از 8 یعنی 9 کالوری می دهد. در صورتی که یک گرام کربوهیدرات ها تنها 4 کالوری جدا می کند. مقدار اساسی روغن هایی که ما با غذا می خوریم راست به انبار روغنی بدن می روند. مشکلات هایی که امروز موجودند با تازه نمایی و فعالیت تکنولوژی کربوهیدرات ها وابسته اند. حجم خوراک کم می شود ولی کالوری آن می افزاید. بنابراین انسان از معیار زیاد غذا می خورد و اکثر وقت این را حس نمی کند. وقتی که کربوهیدرات ها به ارگانیسم انسان با غذا یک جا با گلیچیتکا می آیند، آنگاه انسان با کالوری کم سیر می شود. پس من چی بخورم؟ غذایی که در ترکیبش مقدار زیاد کچالو، مکرونی، از غلجات ها، لوبیا ها، حبوبات، جو و برنج قهوه رنگ دارد، معده را به بار اضافه از کالوری ها با غذا پر می کند. اگر شما علاوه بر این باز هر گونه سبزیجات و میوه ها را استفاده کنید، آنگاه استعمال غذا ناممکن می گردد تا که وزن اضافی پیدا شود. اگر شما به این محصولات ها که به سلامتی مفید است باز هر گونه غذاهای آبدار، پنیر، قیماق و مسکه علاوه نمایید، آنگاه این طعام پر غذا و کم کالوری شما به فلاکت کالوریگی تبدیل می‌یابد.
استفاده کربوهیدرات های مرکب در شکل طبیعی با مقدار زیاد کلیچیتکه یعنی بدون چنین الاوگی های روغنی به شما امکانیت می دهد که نه تنها بسیار بخورید و در عین زمان وزنتان کم شود بلکه سطح معتدل تری نیرو را تامین می نماید. طاقت را زیاد می گرداند، رگ های شما را تازه نگه می دارد و خراجات پولی شما را برای غذا دو مراتبه کم می نماید. ادامه موضوع را در برنامه آینده خواهیم شنید. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. اسرار سعادتمندی اویلا، مزرعی قلب. خانه ما میدان اساسی است که ما دعوت شده ایم در آن مهنت کنیم. خداوند به والدان کاری افتخارمند و مقدس را باور کرده است. آنها باید در مزرعی قلب کار کنند. خداوند از آنها آن را انتظار است که غمخورانه و دلسوزانه در روح فرزندان خود دوستان را پرورش می کنند. تخم نیکی را می کارند و قاطعانه علفای بیگانه را دور می نمایند. باید هر یک نارسایی و سرکشی در خصلت اصلاح کرده شود، زیرا اگر آنها را بگذاریم آنها زیبایی خصلت را داغدار میکنند. در جهان عنعنه رایج است که موافق آن به جوانان امکان داده می شود به سوی میل و رغبت طبیعی خود روند. چون به تربیتی به حد آن بالا گیرد، در آن صورت والدان میگویند که در این هیچ جای وهم و هراس نیست. وقتی که 16-18 ساله می شوند، این گونه خصلت هایشان از بین می رود، آرام می شوند و آنها نسبت به خود به خلاصه درست آمده میل های پیشرفته خود را می پرتایند و نهایت برای مردم منفعت می آورند. چگونه گمراهیه؟ سالهای زیاد والدان امکان دادند که اندیشه های غلط روش کنند و در اکثر حالت ها اکنون همه گونه زحمت برای برگردانیدن خصلت های ناشایسته بچگانی به وای رسیده بیهوده است. آنها خصلت های را ظاهر می کنند که والدانشان برای تشکل آنها امکان دادند.
به جوانان نباید اجازه داد که به تشخیص و آموزش هر چیز مشغول شوند. با این گونه اندیشه که در کدام آینده نیکی بر بدی غالب می آید و بدی تأثیر خود را گم می کند. بدی نسبت به نیکی زودتر اوج می گیرد. ممکن است با گذشتن سالهای زیاد نارسایی ها از بین برده شوند، ولی کی آن را به ذمه خود می گیرد؟ آسانتر و بخفتر است در قلب کودکان تخم پاک و به آلایش نیکی کشت کرده شود، از آن که پس به علفای بیگانه مبارزه برند. مفهومی در اخلاق جوانان جای گرفته را نیست کردن مشکل است. از این سبب نهایت مهم است که اندیشه آنها درست باشد و استعداد جوانان به مجرای درست روانه کرده شود. گشتن و تربیه کردن در سالهای اول حیات کودک زمینه های قلبی او را به تفصیل تیار کردن لازم است. پس آهسته تخم حقیقت رو کشتن غمخورانه تربیت کردن در کار است و خداوند که در کار در راه او کرده را اجر می دهد به این تخمی ها حیات می بخشد. در آغاز سبزه می دمد، پس خوشه و در آخر غله کامل در خوشه ها. اگر میدان کشت نشود، بزودی در آن علف بیگانه می روید که آن را از بین بردن بسیار مشکل است. از این سبب زمین باید کشته و علف های بیگانه کنده شوند تا اینکه کشته ها نمو کنند. اگر والدان در بابت کاریدن تخمی های گران قیمت غم خوری نکنند و در نوبت خود بیندیشند که غله اعلا می گیرند، در آن صورت مایوس خواهند شد، زیرا غشه و خاربوته خواهند دروید. ضرور است که در بابت بچگان ما هوشیاری و غمخواری دائمی ظاهر کرده شود. از آغاز تولد بدی در خصلت و اراده آنها عمل می کند و این بدی با پیدا شدن هر فرصت مناسبی ریشه می داند. به خطری آنها به خیرد و غمخوری متصل والدان سخت علاقمند است. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش.
به شراب نظر ندوز که چگونه سرخ رنگ میتابد، چگونه در قط موج میزند، چگونه بدون خللی به گلو میرود. کتاب مقدس به شراب که جوش میزند حتی نظر کردن را منع کرده. نگذارید که شما را فریخته یعنی وابسته کنند. دوامش را میخوانیم. لیکن عاقبت مثل مار میگزد و مثل افعی زهر میزند. از این خلاصه گرفته من برای چی به ارگانیزم خود این زهر را بریزم که چون زهر مار افعی مرا زهرآلود میکند. خداوند میگوید که یگانه راه مبارزه کردن با مشروبات این پوره دست کشیدن از آن میباشد. چشمان تو منظره های عجیب و غریبی میبیند و دل تو به کج گفتاری مایل میشود. شاید که کسی بپرسد یک دقیقه صبر کنید، شما واقعه عروسی را که در آن عیسی آب را به شراب مبدل کرد فراموش کردید؟ آیا این چنین معنی دارد که در نشست الفت ها نوشیدن شراب ممکن است؟ بیایید این واقعه را بخوانیم. یوحنا باب 2 آیه 6 و 7. در آنجا 6 کوزه سنگین استاده بود. ظرف ها را لبریز کردند. مسیح آبی که در کوزه های کلان بود آنها را به شراب تبدیل کرد. لیکن به چی گونه؟ شراب. در کتاب مقدس کلمه شراب می تواند دو معنا داشته باشد. او می تواند معنای شراب ترش کرده شده را داشته باشد یا معنای شربت صافی انگور را بدون الکل یا اسپیرت داشته باشد. یگانه واسطه دانستن آن که کدام شربت به نظر گرفته شده است این تحقیق کلمه‌ای که در متن کتاب مقدس می باشد. اشعیا باب 65 آیه 8 گفته شده است وقتی که در خوشه انگور شیره یافت می شود می گویند آن را نابود نکن زیرا که برکت در آن است. این شرابی است که کتاب مقدس آن را تر و تازه یا ترش کرده نشده شربت می نامد. شراب ترش کرده شده این شرابی سال گذشته است که می تواند آدم را مست کند. شرابی افشرده تر و تازه برعکس تراوت بخشیده قوت و انرژی می دهد. پس عیسی چگونه شراب را به وجود آورد؟ و این حساب کنی ها توجه نمایید. در آن عروسی عیسی با مقدار زیادی شراب به وجود آورد. یوحنا می گوید که شراب در 6 ظرف آب نگهداری شده لبریز بود. حواری ظرف هایی را تصویر می نماید که هر کدام آنها 90-135 گنجایش داشتند. یعنی همه ای از 545 تا 820 لیتر شراب. ده ها آدمان می توانستند تماماً مست شوند. در آنجا آنقدر شراب موجود بود که هر شخصی که در آن عروسی اشتراک داشتند نوشیده مست می شدند. شما به خود تصور کرده می توانید که مسیح چنین مقدار شراب به وجود آورده است تا نوشیده مست شوند؟ عیسی شراب بسیار را به وجود آورد تا که در قریه همه را مست گرداند؟ البته نه. کتاب مقدس نشان می دهد که شرابی که عیسی به وجود آورد شربتی تر و تازه انگور بود. مأمور توی‌خانه از آن که عیسی آب را به شراب تبدیل داد درک و خبر نداشت. وقتی که او شرابی را که عیسی به وجود آورد بچشید آنگاه داماد را خواند. توجه کنید که در این باره در یوحنا باب 2 آیه 10 چی نوشته شده است. به او گفت هر کس اول شرابی خوب را می خواهد و چون مست شدند بعدش را می آورد. لیکن تو شرابی خوب را تا حال نگاه داشته ای. عیسی شرابی تر شده مدهوش کننده و الکل دار را به وجود نیاورد تا اینکه آدمان را مست گرداند. هرگز چنین نیست. در کتاب مقدس چنین آمده است که او شراب خوب به وجود آورد. این شراب خوب چگونه است؟ شراب ترش نشده. خداوند ما شرابی به وجود آورد که به مثل نوشابه ای بود که به کس تراوت و قوت بهترین می بخشید. این شراب خرد آنها را خراب کرد و از قابلیت روشن فکر کردن محروم نمی ساخت.
عیسی هیچگاه چیزی را به وجود نمی آورد تا که حتی یک ثانیه باشد هم آدمان قابلیت اداره کردن عقل خودشان را از دست دهند. محض شیطان حیات آدمان را ویران می کند. خداوند ما را دعوت می کند که خیرت خود را روشن و پاک نگه داریم تا که برای بار دوم آمدن مسیح آماده باشیم. نوشیدنی های مدهوش کننده یکی از سبب های اساسی هلاکت در صدمه و حادثه های ترافیکی به شمار می رود. هیچ کس فکر نمی کند که در سر جلوی موتر در حالت مستی نشسته خودش را یا کدام کسی دیگر را به هلاکت می رساند. اکثریت آدمان به فریب شیطان گرفتار شده اند. برای آزاد شدن فقط یک واسطه وجود دارد. این جسم خود را به عیسی سپرده از او خواهش نماییم که برای غالب شدن به ما قدرت عطا نماید. خداوند وعده می دهد که به ما سلامتی با قوت می بخشد. در عهد قدیم وعده عجایبی هست برای اسرائیل قدیمه. موسی گفت خروج باب 15 آیه 26 اگر تو آواز خداوند خدای خود را بشنوی و آنچی را که در نظر او درست است به عمل آوری و به احکام او گوش دهی و فرایض او را رعایت نمایی هیچ یک از بیماری هایی را که در مصر آورده ام بر تو نخواهم آورد زیرا که من خداوند شفا بخش تو هستم. خداوند می گوید من نمی خواهم که شما از سبب نوشاکی های مدهوش کننده تنباکو، مواد نشه آور، فسق و فساد و استفاده غذای نادرست از بسیاری مریضی ها رنج کشید. خداوند می گویند من خداوندی شفا بخش تو هستم. خداوند می خواهد که شما تنی سالم داشته باشید. زبور باب 104 آیه 37 و در جاهای آنها بیماری نبود. در صورتی که اسرائیلیان نشاندادهای خداوند را در رابطه با سلامتی پیگیری می کردند، آنها از مریضی هایی که مصریان از آنها رنج می برد، زیر حمایت قرار داشتند. شنوندگان عزیز در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.